علی افشاری عضو هیئت سیاسی اجرایی همبستگی جمهوری خواهان ایران از واشنگتن ما رو همراهی میکنن. خیلی خوش آمدین آقای افشاری، شما عضوی از این ائتلاف هم هستین. در بیانیه‌ای که صادر کردید آقای افشاری گفتین که این حملات خشونتبار و مسلحانه به نفع جمهوری اسلامی است. در مورد این برامون بیشتر توضیح بدید، این حملات چطور میتونه به جمهوری اسلامی منفعتی برای جمهوری اسلامی داشته باشه؟ ببینید، در بیانیه اشاره شده به دقت که در عمل و در به نوعی نتیجه ماندگار رو قطعا، خب در ظاهر این جمهوری اسلامی براش مشکل ایجاد میکنه و نیروهای هم امنیتی انتظامی جمهوری اسلامی رو چالش برای خودشون ارزیابی میکنن، ولی اونها به نام تجربه 14 همیشه از اینکه فضا به سمت رویارویی نظامی و خشونت بار بره استقبال کردن، چون تواناییشون رو در اون حوزه میدونن. و با توجه میبینیم که بلافاصله بعد از این اتفاق، به جای اینکه حملات رسانه‌های حکومتی و نهادهای اطلاعاتی از جمله و مثلا شورای امنیت ملی به سمت گروه جیش العدل باشه، بلافاصله حملات میره بر روی مولوی عبدالحمید. حتی روزنامه جمهوری اسلامی که البته مدیر مسئول همیشه چهره افراطی بوده در 14 گذشته، ولی حداقل در دهه گذشته در ظاهر خودشون منتقد سیاست‌های اصولگرایان و دولت‌های موجود می‌دونسته، اون رسانه هم حمله می‌کنه و میگه که واقعا نماجمعه‌هایی که در مسجد مکی راست مولوی عبدالحمید ایراد شده، اون باعث شده که چنین اتفاقی بیفته. بنابراین در عمل، چون در موازنه قوای موجود توان این گروه ها به حال در مقابل قدرت نظامی جمهوری اسلامی که ناچیز هست، و این ترجمان فقط بار اول نیست که با جیش العدل انجام میشه. در طول 14 گذشته ما ببینیم سرنوشت گروه هایی که با خط مرش مسلحانه در برابر جمهوری اسلامی قرار گرفتن چه بوده، آیا اونها موفقیت ماندگاری داشتن. اما میبینیم که جمهوری اسلامی بهانه جویی کرده، اون اتفاقات رو فرصتی کرده که سرکوب رو بیشتر کرده علیه کلیت مبارزات مردم که بیشتر اونها جنبه خشونت پرهیز و مسالمت آمیز داشته و فضا رو به این سمت برده که به حال یک ناامنی وجود داره، بحران برای امنیت وجود داره و هم جامعه رو ترسونده نسبت به تغییرات بزرگ و ساختاری سیاسی. در این بیانیه از موضع مولوی عبدالحمید هم حمایت شده که در همون بلافاصله بعد از این اتفاق، جدا از اینکه هنوز اون موقع چگونگیش مشخص نشده بود، اعلام براءت و نگرانی کرد از کلیه حرکت‌هایی که باعث بشه ناامنی ایجاد بشه در و حال استان سیستان بلوچستان و به طور مشخص شهرهایی که در اون مردم بلوچ ایرانی زندگی میکنن. در این بیانیه باز به طور مشخص حمایت شده از موضع‌گیری منطقی هوشمندانه و به جای مولوی عبدالحمید و همچنین فضاسازی که رسانه‌های حکومتی دارن میکنن، اینم البته اولین بار نیست، در یک پروسه که در متن جنبش زن زندگی آزادی به این دلیل که زاهدان و به طور مشخص مناطق بلوچستان و استان سیستان بلوچستان از کانونهای اصلی مبارزات بودن و از معدود کانونهایی که کماکان در اونها اعتراضات ادامه داره و موجب خشم و کینه و نگرانی جمهوری اسلامی به طور مشخص نهاد ولایت فقیه شده، اونها از قدیم برنامه داشتن منطقه یک رو با یک روکت غیر تعجیلی مرحله به مرحله حلقه محاصره رو تنگ بکنن بر مولوی عبدالحمید، و حالا دارن بهانه جویی میکنن، پرونده سازی کنن که با او برخورد نهایی رو انجام بدن. در این بیانیه این پرونده سازی ها و تهدید مولوی عبدالحمید هم محکوم شده.